سلام به همه ی دوستان، این ویدیو درباره خرید و انتخاب الکل سنج مخصوص آبجو و شراب تو ایرانه. تو چند ماه گذشته تعداد زیادی از شما دوستای عزیزم درخواست داشتید که بیام این الکل سنج مخصوص شرابی که تو ویدیوهام ازش استفاده میکنم رو از کجا میتونید تهیه کنید، قیمتش چنده و چه خصوصیاتی داره. باید بهتون بگم این الکل سنج ویژه یک الکل سنج سکاره هستش که قابلیت چگالی سنجی رنج 982 تا 1160 رو داره. در طرف دیگه یک شیرینی سنج داره که رنج اون هم از 0 تا 35 هستش و در سمت دیگه این وسیله میتونه تخمین بزنه که مایه شما چقدر پتانسیل الکل سازی داره که رنج اون هم 0 تا 20% هستش. اسم و مدل این وسیله بریکس 35 هست و محصول کشور چینه. من برای خرید همچین وسیله‌ای خیابون ناصر خسرو تهران و کل بازار تهران رو زیر و رو کردم و البته چگالی سنج‌های آلمانی و فرانسوی پیدا کردم که قیمت خیلی بالاتری داشتن و خیلی اتفاقی تو اینترنت این الکل سنج سکاره رو پیدا کردم. در حال حاضر این محصول رو چند سایت اینترنتی دارن. قبلا سایت دیجیکالا هم داشت که الان موجودیش تموم شده. سایت دیگه که الان موجود داره اسمارت واچ مارکت هستش که قیمتش 310 تومنه و سایت دیگه که قیمت بهتری داره نیلو کالا هستش که میتونید آنلاین هم ازش خرید بکنید حتی اگر شهرستان باشید. قیمت الان این محصول توی سایت نیلو کالا 250 تومن هستش حدوداً. البته این قیمت مسلماً مستقیماً با قیمت دلار در ارتباط باید باشه. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا باید یک الکل سنجی بگیریم که چگالی سنج هم داشته باشه؟ چرا یک دفعه نمیریم یه الکل سنج ساده بگیریم که قیمتش خیلی پایین‌تر هم هست؟ در اینجای کار باید بهتون بگم اگر مایع ما جزء نوشیدنی‌های تقطیری بود مثل ویسکی، ودکا یا بقیه نوشیدنی‌ها، ما میتونستیم با یک الکل سنج ساده میزان الکل رو به راحتی بسنجیم. اما در فرایند تخمیر معمولاً مایع ما آب مقطر نیست یا نوشیدنی تقطیری نیست، بلکه دارای مواد عالی، گاز کربونیک های محبوس شده و مقداری قند تخمیر نشده است. بنابراین سنجش مایعات تخمیری با دستگاه الکل سنج ساده مقدور نیستش. پس بنابراین شما به یک چگالی سنج نیاز دارید که بتونید آب سنجی اولیه و نهاییتون رو یادداشت بکنید و بتونید محاسبه کنید که این مایعی که دارید تهیه میکنید و نوشیدنی که دارید تهیه میکنید چند درصد الکل تولید کرده. دوستای عزیزم، حالا که فهمیدید چرا باید چگالی سنج برای نوشیدنی‌های تخمیری مثل شراب‌ها و آبجو به جای الکل سنج ساده خرید، تو ادامه ویدیو یکی از همین الکل سنج‌های مخصوص شراب و آبجو رو با یکی از چگالی سنج های فرانسوی گرون قیمت و البته بسیار دقیق مقایسه میکنیم و این الکل سنج چینیمون رو راستی آزمایی میکنیم. قصد داریم یک مدل الکل سنج ویژمون که عرض کردیم قابلیت شیرینی سنجی رو هم داره و پتانسیل تخمیر رو هم نشون میده که چقدر در واقع پتانسیل الکل سازی در عملیات تخمیر هست، رو با یک چگالی سنج آلای فرانسوی که اونم کار همین شیرینی سنجی رو انجام میده و رنج 1000 تا 1200 هست رو مقایسه کنیم و ببینیم آیا این چگالی سنج چینی ویژه ما آیا قابل اعتماد هست یا خیر. در واقع قصد داریم این دوتا دستگاه رو با هم مقایسه کنیم که چگالی سنج 1000 تا 1200 مارک آلا ساخت فرانسه هستش و دستگاه دیگه‌مون چگالی سنج در واقع ویژه ساخت چین هست که خب از مدل در واقع اروپایی در واقع این الگو برداری شده. میخوام ببینیم چقدر این دقت داره، میشه به این اعتماد کرد یا خیر. خب با عزت ما اول از الکل سنج در واقع چگالی سنج در واقع آلای فرانسوی شروع میکنیم. محلولی که مرازی میفرمایید ترکیب آب مقطر هست با حدود 60 گرم شکرکن ما در واقع مخلوط کردیم. در واقع محلول ما آب و شکر هست که بخوایم شیرینی سنجی رو به این شکل انجام بدیم. با عزت ما از این در واقع چگالی سنج آلا شروع میکنیم، این داخل این ظرف رها میکنیم تا ببینیم رو چه عددی میایسته. از موضوع موقتون که الان چیزی که اینجا داره نشون میده روی این چگالی سنج ما عدد تقریبا بالا 1000 هست، از 1000 که بیاییم پایین 1020، 1040، 1060 تقریبا 1070 70 هم بالاتر از 1080 چون با 1080 مماس شده. بله با 1080 در واقع این شیرینی سنجی که داری انجام میده و کار چگالی سنجی در واقع داری انجام میده رو 1080 هست.
حالا ببینیم آیا مدل چینی اونم همین رو نشون میده یا خیر، چقدر میشه به این اعتماد کرد. پاریزت رو ما اینو در میاریم و مدل چینی رو به جایگزین این میکنیم. مدل چینیمون به این شکل در واقع داخل ظرف قرار میگیره. اگر 1080 رو بخواد نشون بده، باید در واقع به این بدنه مشخص از 1340 از بزرگشون 1070 تو این قسمت سبز رنگ، تو این قسمت سبز رنگ باید قرار بگیره. این وسط که ملازمه 1080 هست، ببینیم آیا اینجا قرار میگیره یا خیر. برمون رهاش کردیم، ملازمه فرمایید. خب از نمای نزدیکتر ما ملاحظه بکنید اونجا 1070، بله رو 1080 ایستاده. حالا چقدر گویا هست، من اینو سعی می‌کنم نزدیک‌تر کنم، شما از نمای نزدیک‌تر ملاحظه بفهمید. بله رو 1080 ایستاده که و این کاملا قابل مشاهده است. اگه دقت بفرمایید دیده میشه. خب این نمره قبولی خودش رو میگیره و ما میتونیم باز این شکر این رو بیشتر کنیم، کمتر کنیم، تست کنیم، ولی خوشبختانه ملاحظه می‌فهمید که رو عدد 1080 کاملا ایستاده و قابل در واقع اعتماد هست. اینو خواستیم فقط تستی به این شکل داشته باشیم، چون این دستگاه چینی هست، قیمتش پایین‌تر و ارزان‌تر هست و خوشبختانه چگالی سنج ویژه است. این کنار این که شما الان چگالی 1080 نشون میده، متناظر با اون قسمت چگالی 1080 پتانسیل الکلی که میشه بعد در عملیات تخمیر به دست آوردن قابل مشاهده است. که اگه ملاحظه بفهمید 1080 که ما اینجا ملاحظه کردیم، متناظرش اگه به این سمت بیاین، الکلی که پتانسیلش داره یه چیزی بیشتر از در واقع 1080 بیش از 10% الکل پتانسیل الکل سازی داره. ولی مخمر اگه شروع به فعالیت کنه و چیزی مانع فعالیتشون نشه، این رو 1080 الکلی که انتظار داریم در واقع مخمرها در واقع تولید کنن کمی بیش از 10% هست و میزان شکر یا هم بریکس همون هم اگه ملاحظه بفرمایید یه چیزی هلوش 19 ولی 19 واحد بریکس هم در واقع داره. یعنی با 60 گرم شکر داخل این حجم از 200 تقریبا 50 سی سی فکر میکنم آب مقطر بود، خودش 250 سی سی آب مقطر رو به علاوه 60 گرم شکر کردیم، بریکسش برابر شده با 19 واحد و چگالیش رو 1080 ایستاد و پتانسیل ساخت در واقع تخمیر ما و الکلی که بخوایم به دست بیاریم یه چیز هلوش 10% کمی بیش از 10% خواهد بود. خب ما مجدد به محلولمون شکر اضافه کردیم، الان کمی بیش از فکر میکنم 100 گرم الان داخل این شکر باشه، یعنی 60 گرم ریخته بودیم، دوباره یه مقدار دیگه اندازه نکردیم، ولی به نظر میاد بالای 100 گرم باشه با ظرفی که داشتیم. مهم این هستش که آیا عددی که اون در واقع آلای فرانسوی که ما به اون شاخص قرار داریم و به دقتش ایمان داریم، آیا تو مدل چینی ما هم که الکل سنج ویژه هست میتونه اون عدد برسه یا خیر. اول با عزت ما عدد در واقع قرائت مدل چینی رو انجام میدیم، بعد میریم سراغ اون مدل آلا. ملاحظه میفرمایید به این شکل ما داخل ظرف خودمون قرار میدیم تا ببینیم به چه شکل تو چه عددی میسته. خب از بعد مبارکتون که از بغل بعد این قرائت بشه و الان رو اون اگه ملاحظه سطح ما تقریبا رو اون عدد بخش قرمز رنگ هست. وقتی خود میچرخونم تا قسمت چگالیش ببینیم 1112 تقریبا، نمیدونم چقدر توی فیلم قابل مشاهده هست، 1112 میگم کنار استخوان مدرج میگم تا شاید بهتر بشه دید، چون شیرینی داخل این هست خود حالت چسبندگی پیدا کرده و زیاد شاید اینجا رو بدنم در واقع رو بدنه استخوان مدرج ریخته و از بالا البته میشه این رو نگاه کرد. اگه ملاحظه بفرمایید 1100 خود بایزتون زوم میکنم که بهتر بینید 1100 اگه نگاه بفرمایید و 1112 یعنی 10 رو اگه ملاحظه میفرمایید نم به چشم دیده میشه یا خیر 1110 دیده میشه، یه دو خط پایین تر 1112 حدودا چیزی هستش که اینجا داره نشون میده. یعنی الان سطح شکرم الان رو بدنش مشخص، این خطی که افتاده جهت که شکر در واقع روی این بدنه قرار گرفته میشه این رو قرائت کرد به راحتی. ما زیر بفرمایید 1112 هست. خب از موضوع مبارکی که این رو کناری میگذاریم و همین در جا ما مدل در واقع چگالی سنج آلامون رو داخل این محلول قرار میدیم، رهاش کردیم و رو 1112 بیسته. خب چون حجم دستگاه خود بزرگتر هست، حجم قسمت فضای خالی این محلول لب به لب شده تقریبا. اگه ملاحظه کنید این الان 1110 و اگه ملاحظه کنید این جایی که این محلول ایستاده همون 1112 اینطورا هست، یعنی این خط تا اگه ملاحظه کنید
1100 ملاحظه می‌فرمایید، 1100 1120 اون 20 اگه مدلمه وسطش یه خط بزرگتر است که 10 هست، یک کم پایین‌تر از اون 20. من الان دوباره آزاد می‌کنم و شما از نمای نزدیک می‌تونید ملاحظه بفرمایید. صرفا یه مقدار شناور موندن اینم. بله. یک ملاحظه بفرمایید. اون 1100 ملاحظه می‌فرمایید. 1100 اون خطی هستش که داریم خط پهن‌تر که می‌بینید، یه مقدار پایین‌تر، دقیقاً این هم 1112 رو داره نشون میده که خب تایید میکنه که این دستگاه در واقع این چگالی سنج یا ویژه ما که کار شیمی سنجی رو انجام میده میتونه با این مدل فرانسوی واقعا رقابت کنه، با این تفاوت که خب اون فرانسوی هست و قیمت خیلی بالاتری داره، این چینی هست و قیمت خیلی پایین‌تری داره. بعد واقعا دقت واقعا شگفت‌انگیزی داشته، خود ما رو سورپرایز کرد، انتظار نداشتیم اینقدر دقت بالایی داشته باشه. امیدوارم با دیدن این فیلم بتونید تصمیم گیری انجام بدید و دیگه خود همه چیز دیگه خودش گویا هست، نیاز به تعریف